همراه باشید با رادیو 439. تنهایی، تنهایی، تنهایی. تنهایی چیست؟ تنهایی به چه چیز و چه کس مربوط می شود؟ تنهایی در سکوت اتفاق می افتد یا در هیاهو؟ تنهایی در تنهایی اتفاق می افتد یا در جمع؟ چطور می شود گفت چه کسی تنهاست، چه کسی تنها نیست؟ آیا واقعاً تنهایی به مکان و زمان بستگی دارد یا تعریفش فراتر یا محدودتر از این تصورات است؟ آیا تنهایی فقط برای انسان است یا برای جانوران یا برای اشیا و برای چیزهای بیشتری؟ تنهایی چیست که در شعرها و روایتها از ابتدا تا کنون بی جواب مانده است و هر کسی سعی می کند با تعبیری یا مثالی تنهایی را برای دیگران معنا کند؟ در این قسمت به اتفاق به تفکرات متفاوتی راجع به تنهایی می‌پردازیم. این قسمت برداشتی است آزاد از مفهوم تنهایی. شاید همه چیز در خواب یک نفر می گذرد و تنهای واقعی آن زمان پیش خواهد آمد که او بیدار شود. موسیقی طلوع ماه نو را شنیدید، اثر پاول کاردال، به همراه دکلمه شعری از زنده‌یاد شهرام شیدایی. عمدتاً تنهایی معنای متمایزی برای هر کس دارد، اما اینکه حیوان یا شیئی تنها باشد به سختی باورپذیر می شود. لحظات قبل که شاید احساس کردید اشکال فنی در ضبط این قسمت به وجود آمده، صدای تنها ترین نهنگ را می شنیدید. این تنها لحظاتی از تنهایی این موجود زنده بود. موسیقی
در جریان جنگ سرد در اواخر سال 1989 ارتش آمریکا در حال کنترل تحرک زیردریایی‌های ارتش شوروی بود که به این صدای عجیب و ناشناخته برخورد. یک سال بعد، یعنی در سال 1990، دوباره صدایی مشابه شنیده شد و همینطور در سالهای 91 و 92 که سالهای پایانی دوران جنگ سرد بود. نکته‌ای که نیروی دریایی آمریکا را متعجب کرد، فرکانسی بود که صدا در آن شنیده می‌شد. فرکانس 52 هرتز. اما قصه تنهایی نهنگ اینجا شروع شد که صدای نهنگ‌ها در این فرکانس نیست و نهنگ‌های آبی در محدوده فرکانسی بین 10 تا 39 هرتز با هم ارتباط برقرار می کنند. پس این نهنگ تنها قادر به برقراری ارتباط با هیچ گونه هم نوع خود نمی شد. تصور کنید کسی صدای شما را نمی شنود و شما هم صدای کسی را نمی شنوید. مدت‌ها بعد از جنگ سرد تا سال‌ها همچنان صدا توسط ارتش آمریکا رصد می‌شد و صدای این نهنگ تا سال 2014 که آخرین سال شنود صدا در آن نواحی بود شنیده شد. بیش از 25 سال جستجوی بی نتیجه برای یافتن هم نوعی که حرفش را بفهمد. سفر کردن بی وقفه در اقیانوس های بی انتها برای آنکه شاید نهنگی آواز عاشقانه او را بشنود. اینطور که پیداست نهنگ این قصه همچنان تنهاست و هیچ هم صحبت و همراهی ندارد. حالا برای لحظاتی شاید بتوانیم خودمان را میان اقیانوسی بزرگ تنهای تنها تصور کنیم و چشمهایمان را ببندیم و به آواز تنهایی فکر کنیم. صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهای من بزرگ است و تنهای من شبی خون حجم تو را پیش بینی نمی کرد و خاصیت عشق این است. موسیقی استرنجر را شنیدید، اثر مارک ایواشکوویچ، همراه داستان تنهاترین نهنگ و شعری از سهراب سپهری. موسیقی باغ را خواهید شنید، اثر کوین کرن، به همراه نامه ای از فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان. نمی دانم چرا تحمل جمعیت را ندارم، چرا تحمل زندگی فامیلی را ندارم. من آنقدر به تنهایی خودم عادت کردم که در هر حالت دیگری خودم را بلافاصله تحت فشار و مظلوم حس می کنم. تا دور هستم دلم می خواهد نزدیک باشم و نزدیک که می شوم می بینم اصلا استعدادش را ندارم. برای اینکه خودم را سرگرم کنم هی رفتم توی آشپزخانه و ظرف شستم و ظرف شستم و هی آمدم توی اتاق و با بچه ها دعوا کردم یا تلویزیون تماشا کردم. هوا هم آنقدر بد بود که حتی نمیشد پنجره را باز کرد. یا طوفان بود و خاک و صدای شکستن درخت ها می آمد و یا باران بود و مه و سرمای شدید. نمی توانم بنویسم، انگار نوشتن کار باطلی است، یک کار غیر اصلی است. دیگر می خواهم گوشه اتاق بنشینم و چشمهایم را روی هم بگذارم و هرچرا که پیش خواهد آمد در ذهنم بسازم و تماشا کنم. وقتی از راه راونسبرگ برمی گشتم، تمام راه را به تکرار این رویا گذراندم. هی دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی تا به من رسیدی و مرا نگاه کردی و مرا گرفتی و مرا بوسیدی و مرا بوسیدی و مرا بوسیدی و بوسیدی و من مست شدم و بی حال شدم و میان دست های تو از خود رفتم و باز از اول دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی. قربانت بروم، نمی دانی چه حالم بد است و همینطور دارد بدتر می شود. مثل مست ها هستم و اصلا نمی دانم دارم چه می نویسم. شاهی جانم، چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک است؟
کاش کمی حوصله داشتم این عکس را نصف کنم، طوری که نه بازوی تو زخم بردارد نه دست بریده من روی شانت جا بماند. در جزیره کمپ بل، جزیره دورافتاده که در 600 کیلومتری زمین‌های اصلی جنوب نیوزلند قرار گرفته، یک درخت سنوبر سیتکایی به تنهایی رویده و لقب منحصر به فرد تنها ترین درخت کره زمین را از آن خود کرده است. همسایگانش نزدیک 220 کیلومتر دورتر در جزیره اوکلند قرار دارند، در حالی که نزدیکترین درخت‌ها از این گونه در روی نیمکره دیگر زمین در اقیانوس آرام قرار گرفتند. در واقع هیچ سنوبر سیتگایی در نیمکره جنوبی وجود ندارد. تنها جایی که این گیاه به صورت بومی رشد می کند کمربند باریک ساحل غربی آمریکای شمالی است. سؤال اصلی این است که با این فاصله چگونه سنوبر سیتگایی در این نقطه از کره زمین رشد می کند؟ جزیره کمپبل در منطقه‌ای قرار گرفته که با بادهای شدید غربی احاطه شده و به هیچ گیاهی اجازه نمی دهد تا بیشتر از چند فوت رشد کند. به روایتی سنوبر سیتگایی جزیره کمپبل توسط لورد رنفورلی کاشته شده، کسی که از سال 1897 تا 1904 فرماندار کل نیوزلند بود. رنفورلی در حالی که در سفر به جزایر دور افتاده بود تا گونه های پرندگان را برای موزه بریتانیا جمع‌آوری کند، تنها ترین درخت جهان را کاشت. اگرچه این درخت همچنان باقی مانده، اما با توجه به تمایل طبیعیش به هوای سرد و مرطوب رشد واقعیش را نکرده. عده‌ای بر این باورند که این موضوع تا حدی مربوط به این حقیقت است که تنش به طور معمول توسط کارکنان ایستگاه هواشناسی که تا سال 1958 در آنجا فعالیت می کردند تکه تکه شده است. هیچ جنگل طبیعی در جزیره کمپبل وجود ندارد و این سنوبر تنها درخت آنها به عنوان یک درخت کریسمس بوده است. در کنج حیات، در میان حباب های ریز آب، چند شاخ گل سرخ بر زیر بار رایحه خوش خود خمیده اند. همان گلهای سرخی که هیچ کس آنها را نبویده است. هیچ تنهایی کوچک نیست.
داستان تنها ترین درخت را شنیدید. به همراه موسیقی درخت زندگی و دکلمه شعری از یانیس ریتسوس. دو نوشته از فرانس کافکا خواهیم شنید. یکی از کتاب نامه به فلیسه و دیگری از کتاب پژوهش‌های یک سگ، با همراهی موسیقی پایان یک سفر. راستی لذت تنها بودن را چشیده ای؟ قدم زدن تنها، دراز کشیدن توی آفتاب، چه لذت بزرگی است برای یک موجود عذاب کشیده، برای قلب و سر. منظورم را می فهمی؟ آیا تا به حال مسافت زیادی را تنها قدم زده ای؟ قابلیت لذت بردن از آن دلالت بر مقدار زیادی فلاکت گذشته و نیز لذت‌های گذشته دارد. وقتی بچه بودم خیلی تنها ماندم، اما آنها بیشتر به زور شرایط بود، نه به انتخاب خودم. اما حالا با شتاب به طرف تنهایی می روم، همانطور که رودخانه ها با شتاب به سوی دریا سرازیر می شوند. می‌خواستم به حقیقت برسم. می‌خواستم از این جهان سراسر دروغ بیرون بزنم. جهانی که در آن حقیقت را از زبان هیچ کس نمی‌توان شنید. تنهایی من از دیگران نبود، از خودم بود. این قسمت هم به پایان رسید و شاید تا ابد پاسخ به معنای تنهایی دست نیافتنی بماند. اما چیزی که به نظر می رسد این است که معنای قابل درک از تنهایی هر انسان را شاید در قصه این نهنگ بشود پیدا کرد. شاید ما بخشی از معنای تنهایی خود را در تنهایی نهنگ پیدا کرده باشیم. شاید
تنها ترین نهنگ برای همیشه، نماد و تعریفی مشترک از تنهایی انسانها در جهان معاصر باقی بماند. خدا نگهدار.